دیلیت میکنم. اینا یه سری شیپ ها بود، یه شیپی بود به اسم لاین، یادتونه این لاین؟ ببینید توی کرییت شیپ اینا رو دیدیم، سیرکل، رکتنگل، فلان و همان بیسار، اینا رو باشون کار کردیم. لاین رو من هنوز کم باش کار کردم. این لاین خیلی چیز مهمیه، از همه این شیپ ها مهمتره و کاربردی تره. ببینید من میام تو تاپ، نمای تاپ، خب چون بود نداره، معمولا لاین ها رو تو نمای تاپ میکشن، میام یه همچین چیزی میکشن. اوه اوه اینو نکنید چرا اینجوریه. این تیکا رو من ور میدارم، تیکای انیبل رندر و اینا بود، نمیخوایمشون فعلا. خب بعدن خواستیم رو روشن شون. ببینید شروع میکنم لاین کشیدن، میخوام لاین ها رو الان یادتون بدم. ساعت چقدر؟ نیم ساعت وقته. خب انتخاب، شروع میکنیم نقطه گذاری. نقطه اول شیفت رو میگیرم، اینجا صاف عمل میکنه، کلیک کلیک، میام مثلا اینجا کلیک، بعد همزمان میتونم دکمه وسط رو نگه دارم، صفحه رو جابجا بکنم. میبینید این دست که مثلا زوم بک و زوم این کنم، میبینید میام عقب، میام اونجا زوم میکنم، پن میکنم، این کار رو میشه کرد. بعد میام جای مناسب مثلا اینجا کلیک، اینجا کلیک. خب بعد تموم شد کارم، من میخوام همچین چیزی بکشم، راست کلیک رو میزنم تموم. خب این قدم اول برای لاین کشیدن، یه سری یه چیزی که شبیه اون چیزی که میخوایم اون میکشیم، نقطه هاشو میذاریم. خب بعد میخوایم، من حالا میخوام نقطه هاشو مثل اون واله بود جابجا کردم، نقطه اینو جابجا کنم، عین همون میرم تو مودیفایش، اینجا ببین نوشته لاین جونش رو وال، رو این میزنم، باز ورتکس و سگمنت و اسپلی لاین داره. این بار من میرم رو ورتکس هاش کار دارم، ورتکس رو که روشن بکنم نقطه هاشو نشونم میده. خب میتونم نقطه ها رو جابجا کنم، اینو بیارم پایین، اینو بیارم مثلا اینجا و چیزای دیگه، و میتونم اس رو بزنم و این دوتا نقطه رو در یک راستا قرار بدم، چون این ورتکس به ورتکس میچسبه. من مثلا اینو خاموش کنم که فقط ورتکس هم به ورتکس هم بشه. الان این دوتا توی راستا و مثلا جاهاشون خوبه ولی گرد نیست، نرم نیست. اینو چیکار کنم؟ میام انتخاب میکنم مثلا این ورتکس رو، اینا رو یادداشت کنید، این خیلی مهمه، راست کلیک میزنم. خب اینجا رو ببینید، آروم میگم که یادداشت کنید، بیزیر کورنر، بیزیر کورنر، اسموت، چهار حالت داریم. اسمو کورنر که یعنی همین کنجه، کنج خشکه، میبینی بهم میگن کورنر. من اگه مثلا راست کلیک اسموت رو انتخاب کنم، ببینید اسموتش کرد، یعنی از این نقطه کناریاش، دو تا نقطه کناریاش و رفیقاشو، اینو کل این تیکر رو گرد کرد. ولی خب خیلی باز این دست منو بسته، بعضی جواب به درد میخورم، ولی من میخوام یه کار دیگه بکنم، راست کلیک بزنم، اسموتو نمیخوام، کورنر رو نمیخوام، بیزیه رو میخوام. بیزیه رو که بزنم ببینید چی شد، این نقطه هم بود، دو تا دستگیره به هم میده، میبینید دستگیراش هم اندازه هم نیست. این دستگیره رو میتونم بچرخونم، میبینید یه دستگیره مثل اله کلنگ به من داده، این ور میدم بالا، اون ور میره بالا، این ور میدم پایین، این ور میره بالا. این برای اینکه مثلا همون اسموت میمونه، ولی میتونم یه ذره هم باز بالا پایینش کنم. یه حالت مونده فقط، میتونم بذارمش بیزیر کورنر. این چیه؟ این بیزیر که دیدیم، بیزیری که اله کلنگش از خودش جداست. ببینید این یه ور، این یه ور، این ور مستقله، این ور هم مستقله. ببینید این دوتا اله کلنگا توی راستا نیستن، هر کی باز خودش هر کاری بخواد میکنه. میبینید فقط حواستون باشه، من دارم این اله کلنگ رو جابجا میکنم. ببینید الان فقط x زرده، این فقط حول x این ور اونور میشه، اگه y هم روش کلیک کنم این فقط رو بالا پایین میشه دیگه، این ور اونور نمیشه. ولی اگه بخوام دو جا جهت انجام بشه، اینجا کلیک میکنم دوتاش زرد شد، حالا دیگه راحت حرکت میکنه، این دیگه هیچی نداره. اینو یاد بگیرید، اصل لاینا رو یاد گرفتین. تا اینجاشو سوال بپرسید حتما انجام بدید. الان این خیلی بد دستتون باش راحت، مثل کوزه‌گری میمونه دیگه، بعد انقدر با این نرم باشید که مثلا راحت هر جا تو ذهنتون هست اون شکلتون رو در بیارید.
که من الان میگم میخوام روی یه دورانی انجام بدم که این شبیه کوزه بشه. بذارید بقیه نقاطش هم همین کارو بکنم که تمرینی هم برای شما بشه و بعدش انجام بدید. ببینید من این نرم این کرو اینجا درآوردم مثلا و میخوام این نقطه رو درست کنم. اینجا هم باز مثلا اینجا باز بیزیر کورنر جوابه. میزنم اینجا رو اینطوری میکنم، اینجا رو اینطوری میکنم. مثلا بیزیر هم ببین الان توی راست خود به خود قرار دادم. میتونست باشه ولی خب من حالا بیزیر کورنر کامل ترین حالتش دیگه. این هم یه ذره میارم بالا اینطوری. بعد اینجا میخوام بذاره نرمش کنم، اینو میذارم رو حالت بیزیر کورنر دوباره. اینو ببین اینو اول کلیک میکنم که دوتاشو بتونم دوتا محورم آزاد بشه اینطوری. اینم میذارم ببین این اگه افتادن رو هم زوم کنید بعد این اینجا ذره بیارید ورتر دیگه از اون رو اون محوره اذیت نمیکنه. اینطوری کنید. اینا بیزیر هم ببینید میتونه باشه ولی خب من دیگه ارو عادت میذارم رو بیزیر کورنر که دیگه نخوام دوباره. مثلا اینجا اینطوری میشه، اینجا هم گاز اینم بزنم بیزیر کورنر. اینجا رو میتونم مثلا یه ذره بیارم پایین، اینه اینوریش بکنم که ظرف یه ذره تو خالی دیده بشه. ظرف من در آوردی زش شده ببارم بالا. خب این تقریبا الان یه فرم کوزه شده. یه ذره اینم بیارم پایین تر بشنگ شد. خب این مرحله رو یه بخش کاره که برسونیمش به اینجا که با این نقطه ها اینا کار داریم با ورتکس. به این سگمنت هم نشونتون بدم، سگمنت از اینجا تا اینجا یه تیکه انتخاب میشه، یه سگمنته. بعضی وقتا میتونید سگمنتی جابجا کنید نقطه ها. خب انگار که دو تا نقطه رو با هم سلکت بکنید انگار دارید یه سگمنت رو جابجا میکنید. ببینید همون اتفاق میفته. ببینید این یه سگمنت. خب تا اینجا سوال بپرسید یا یه ذره انجام بدید که من مرحله بعدی میخوام یه دونه مودیفای روی این مودیفای لیست یه چیز انتخاب بکنم که اینو دوران بده یک کوزه برام درست بشه. تا اینجاش مشکل نداری؟ خب بریم جلو. خب اینو تا اینجا رسوندیم. خب اینو من خاموش میکنم لاینر رو. خب بعد رو مودیفای لیستش میزنم. میتونم قبلش کیفیت این گوشه هاش هم ببرم بالا ها، بعدش هم میتونم. حالا من بعدش میکنم که ببینید چجوریه. میرم تو این مودیفای لیست لیتس رو انتخاب میکنم. اینو بنویسید لیت. آها درست شد. ببینیم این شکلی شد شبیه من چیز شد قلیون 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 چی؟ خب ببینید چیکار کرد، دورانش داد اینو. اینو به این صورت دوران داد. میبینید؟ یعنی من اینو چشم اینو خاموش میکنم یه همچین چیزی رو خب حول همین اینجا دوران داده. ببینید خط دورانو من چشمش رو خاموش میکنم ببینید خط دورانو نشونم میده. میبینید؟ بعد خط دوران یعنی در واقع اینجا بیفته. میبینید رو مرکز ثقل خودش انداخت، جای خوبی نیست. اینجا بود درست میشد. ببینید چی میشه، اینجا دوران پیدا میکنه. بعد این بیاد اینور چیکار بکنیم؟ اینو دوباره میرم تو لیت. ببین اگزیست میشه محور. خب میگیرم میارم میذارمش اینجا. ببینید همینجوری هم میتونید ببینید نکنید یه شکل دیگه میشه اصلا. دارم اگزیستش رو تغییر میدم. میبینید اینجا بود اینجا باشه. الان میرم تو پرسپکتیو ببینید یه گلدونی که میخواستم این بود، این اشتباه بود، اینم یه چیز دیگه است. ببینید ببینید این الان این گلدونه یه جور گلدونه، این یه جور گلدونه دیگه است. که درستش همینه. به این صورت.
از این ور شبیه یه چیزه، از این ور یه چیز دیگه، این ور تبله، این ور گلدونه، با یه حرکت چند تا چیز دارید شما. خب این از این. حالا یه چیز دیگه هم هست اینجا، ببینید من اینو درست کنم اول. این از این. خب وقتی که این کارتون با این اگزیسته تموم شد، خاموشش کنید که دوره بره رو سرفصل قضیه. یعنی دیگه با اگزیستش کار نداره، ولی وقتی این رو این باشه، این داره هی این عوض میشه. من خب اینو موو بدم نمیشه، میام اینو میام رو این حل دیگه، یعنی آماده است. ببینید همچین چیزی. حالا کیفیتش پایینه، میرم تو لاینا. ببین هر چی من به این لیته بدم انجام میده، با کیفیت بدم با کیفیت بهم میده، بی کیفیت بدم بی کیفیت بهم میده، تابه است. میگه آقا هر چی من بدی من اینو دوران میدم. الان من میخوام اینم ببینید، این شیشه رو باحاله، اینو که بزنید تا تهش رو نشونتون میده. یعنی من الان اینجا اینو بهم نشون نمیده، اگه بخوام اینجا باشم تغییرات نهایی رو ببینم اینو میزنم. حالا من نزنم گیج نشید. ببین الان رو اینم لاینمو کشیده بودن، همین اینترپولیشن درست بود. ببین نرم شد. یادتونه گفتم بین هر دوتا نقطه، ببین نقطه من یکیش اینجاست یکیش اینجاست. خب ببین نقطه هامو این بین هر دوتا نقطه 17 تا سگمنت برای من میذاره، میتونم کمش کنم. ببینید الان شد 3 تا. ببین 1 2 3 بین هر دوتا نقطه 1 2 3 4 تا میذاره. یعنی استپش 3 باشه یعنی یکی بیشتر میذاره، 1 2 3 4، چون از یک کمتر که نمیشه دیگه، 1 1 2 تا میذاره. من اینو زیاد که بکنم نرم میشه. الان خروجیم خیلی نرمتره. ببینید میرم تو لیت، ببینید چه این نرمتر شد. این نرمیش از این ور نرم شده، ولی از این ور نگاهش میکنم نرم نیست. میبینید اینم اینجا باید درست کنم توی سگمنت خود لیت. ببینید لیت نباشه این دیگه، اینوریش مربوط به خود لیت میشه. تو اینجا خودش پس خودش سگمنت داره که اینوری به من بگه چقدر نرمش کنم. میبینید این تعداد سگمنت هایی که خودش به من میده، تابش اینه که این امکانو به من میده. خب اینم که میگه زاویهش چقدر مثلا باشه، میتونید نصف دوران بدید. ببینید من 180 درجه زدم. میبینید یه قطعی ازش بهم بده. بعد سگمنتش هم که نشون دادم، باز کپم با این کپشو چون بسته شد دیگه کپ نداره. و یه مورد دیگه فقط هست. ببینید اگه دقت کرده بودید این محور منه، درسته؟ یکی میگه آقا من اصلا اینوری نمیخوام اینو دوران بدم، این در واقع اصلا کوزه نبوده، میخوام اینوری دوران بدم. اون چی کار بکنیم؟ اینه. ببینید میگه که دایرکشنش X باشه، Y باشه یا Z باشه. ببینید من الان عادیمون اینه. خب این اینوری دورانش داد. بذار اینو چیزشو تغییر بدم. ببینید یه خطی که من بهش داد، بذار اصلا کم بکنم قشنگ مشخصه. ببینید زاویهشو برمیدارم، اینی که داده بودم این شکل من بود دیگه، به جایی که اینطوری دورانش بده اینوری دارم دوران میدم. کم کم زیادش میکنم. ببینید اینجوری دارم دوران میدم، مثل مثلا رینگ ماشین شد. یعنی اصلا یه زاویه دیده دیگه داریم این خط نگاه میکنیم. ببینید قضیه چیه؟ حالا اینوری چی؟ رو زد. زد چی میشه؟ آها دور خودش دوران پیدا میکنه. ببینید این دیگه واقعا این چون تو زد تخته دوران پیدا نمیکنه. ببینید این داره این به سمت تاپ فکر کنید زد دیگه. ببینید داره حول محور زد اینو دوران میده. ببین از بالا قشنگ از همین تاپ خوبه. ببینید حول محور زد داره اینو دوران میده که اصلا به درد ما نمیخوره. این هیچ. حول محور ایگرگ رو از این تو میتونید خوب ببینید، همینجا دیگه ایکس و ایگرگ اینجا خوب معلومه، نشونتون دادم دیگه. حول محور ایگرگ اینجوری دوران پیدا میکنه که البته باید بذاره برمش این برتر که همون کوزه رو به ما بده. ببینید اینطوری داره دوران پیدا میکنه، یه محور ایگرگی در نظر میگیره. ببینید این زرده حول این داره میچرخونتش و ایکس هم که دید روی این اگزیستش روشن هم ببینید چرخوندش.
چیز جالبیه برای دوران، کلا چیز خوبیه. شما خیلی چیزا رو میتونید دوران بدید بسازید. توی لرنینگ خب اینا چیزی که داریم، مثلا این میتونه تمرین خوبی باشه. ببینید این یه مهره شطرنجه که این دوران پیدا کرده و این که لافته. آها، بعضی خب کار مموری هم زیاد داریم، این میتونه یه مقطعی باشه از یه جسمی و اکسترود بدید این تاج مثلا در میاد. اینو باید با لاین بکشید، مثلا هر کدوم اینا رو بکشید. البته یه دستور دیگه هست بهتر میشه، من اونو بهتون میگم که اینجوری در بیاد. اینو عجله نکن، اینو نکشید فعلا، مال میره بر هفته. مثلا آباژور چیز خوبیه، اینو درست بکنید. تمرین بدم بهتون، ببینید الان همینی که ما کشیدیم، ببینید یه مقطعیه که طول این محور دوران پیدا کرده و 180 درجه است، قطعی از اونه، همش نیست، این شکلیه. مثلا اینو بخوایم درست کنیم، اینو بخوایم درست کنیم، میایم تو ایکس، توی چیز تاب، من اینجا سریع لاین رو انتخاب میکنم از تو اینجا. این مثلا تاجشه، این یه قلمبه مثلا اینجاش داره، بعد یه ذره صافه، بعد یه تورفتگی داره، بعد یه مثلا قلمبه بزرگتر داره، بعد یه خط بلنده مثلا، بعد اینجا هم یه سری اتفاقای اینطوری میفته. مثلا از دور، حالا من اضافه و کم میکنم. لاینا هنوز یه سری پارامترها داره. ببین من میرم تو، الان کشیدمش، تهشم بستم، زدم رو آخرش، تهشم بستم. خب ببین اینا رو باید بهتون یاد بدم. توی مودیفایر لاین تون باشه، اینجا ورتکس و سگمنت و اینا رو یاد گرفتیم که این نقطه رو جابجا بکنیم. ولی یه سری دیگه، آها ببین اینا رو بهتون یاد دادم، این رندرینگ و اینترپولیشن رو یاد دادم، سلکشنش هم بهتون یاد دادم که ورتکس رو سلکت بکنید. همین ستا رو اینجا گذاشته، ورتکس باشه ورتکس ها رو میتونید سلکت بکنید، سگمنت ها رو میتونید سلکت بکنید. و کجا رفت؟ آره، این ستا رو که گذاشته اینجا. و از اینجا بعدش بعد جلسه بعد، و اینکه حالا ما همین رو با همین چیزی که بلدیم انجام بدیم. مثلا بعدا بهتون یاد میدم که نقطه اضافه بکنید، کم بکنید، فلان بکنید. این نقطه اضافه کردن رو فقط بهتون یاد بدم چون بتونید تمرین انجام بدید. وقتی تو حالت ورتکس هستید، خب یه جا نوشته ریفاین، تو جیومتری نوشته ریفاین، میبینید این ریفاین نقطه اضافه میکنه. مثلا من اینجا بخوام یه نقطه اضافه کنم، انتخاب میکنم، شکلش عوض میشه، یه کلیک میکنم یه نقطه اونجا میذاره. خب حالا من میرم این، وقتی میخوام از حالت ریفاین در بیام، گفتم راست کلیک کلا لغو دستور قبلی، من این راست کلیک میزنم اتفاقی نمیفته، یعنی همیشه راست کلیک بزنید هیچ اتفاقی نمیفته، فقط اینا میاد دوباره مثلا میزنید میره. راست کلیک برای اینکه خیالتون راحت باشه یو دستتون به چیزی نمیخوره، اینا دکمه خوبیه. خب حالا اینا رو باید نرم بکنم، میام چیکار میکنم؟ از اینجا انتخاب میکنم بیزیر کورنر رو، اینجوری گرد میکنم، اینجا رو برمیدارم با بیزیر، این بار اینجوری بهش بیزیر میدم، اینجا رو برمیدارم اسموت میدم، تنوع میدم، اسموت دادم بعدم نی نرم شد. اینجا میخوام خشک بمونه. اصلا میتونم چند تا نقطه رو با هم انتخاب کنم، مثل الان که دیدید. ببینید مثلا این نقطه، اینو که اول بذاره اینجاشو گردتر بکنم، این اول اینجا کلیک میکنم دوتا محور انتخاب بشه که دستم باز بشه، اینو گرد میکنم. مثلا اینجا رو از این نقطه اضافه است، اصلا این دوتا نقطه اضافه است، کنترل رو میگیرم رو هر نقطه بزنم اضافه میشه، میبینید. آلتو بگیرم کم میکنم، ببینید اینجا الان
دارم حذف میکنم، با کنترل بگیرم اضافه میکنم، عکسش هم میاد. ببین کنار موس یه مثبت خیلی ریز میاد، آلتو بگیرم یه منفی کوچولو میاد. من الان آلتو میگیرم، اینو میخوام، این دوتا رو قرمز شدن، سلکت شدن، دیلیتو میزنم، نمیخوامش. دوباره اینو برم دارم با بیزیر اینجا رو گرد میکنم، دوباره اینجا هم مثلا میتونم یه ذره با همون بیزیر به سمت داخل انحنا بدم، قشنگتر میشه پایش. حالا اینو من دوتا رو با هم سلکت میکنم، یه ذره میدم بالاتر. اگه نقطه لازم بود نقطه اضافه کنیم، مثلا فرض کنیم نقطه نمیخوادم، ولی من باید تمرین ریفاین رو میزنم، مثلا اینجا یه نقطه اضافه میکنم علکی، مثلا دوباره با بیزیر اینو میارم میذارم اینجا قوس بهش میدم، با بیزیر دوباره چیز اینو اینجا قوس میدم. من میخوام بیشتر نمیخوام حالا شبیه بشه، دارم سعی میکنم از چیزایی که هست استفاده کنم. این نقطه اضافه است، انتخاب دیلیتو میزنم، دیلیتو میزنم اینجا، مثلا اینو میذارم اینجا، اینم دوباره با بیزیر کورنر زاویه بهش میدم. گفتم زوم کنید، کلیک کنید که بتونید اگر روش افتاد اذیتتون نکنه. مثلا این شکل، اینم مثلا اسموت میدم اینطوری. خب این الان نقطه پایانی و شروع پایانم، بعد با این چیز رو روشن میکنم اسنپ، دقیقاً ایکسشو میذارم رو ایکسمون که دقیقاً توی راستا باشه، که وقتی دوران دادم بالا و پایینش توی دوران بیفته. خب کارم تقریبا تمومه، خاموش میکنم ورتکس و بودی فایل لیست رو میزنم، ورتکس رو میارم دوران. ببین چی رو دوران داد، حول اینجا دوران پیدا کرد که اصلا به هم ریخمه چی. بعد برم توی اگزیستش اینو جابجا کنم، بذارم سر جایی که باید باشه اونطوری. و این چرا کمه، اینو بکنم کامل، ببینید درست شد. ببینید میتونه محور تقارنش جابجا بشه. قدش کوتاهه، میتونم برم تو لایه‌های پایینی، یعنی این برم تو لاینا وردارم، این ورتکس های بالا رو همه رو با هم انتخاب کنم بدم بالاتر، قدش رو بلندتر کنم. خروجیش هم همزمان بخوام ببینم، این بشره رو میزنم show and result. ببینید میتونم دارم لاینر رو عوض میکنم، ولی دارم تاثیر لیت هم میبینم. این لاین، این نقطه رو انتخاب میکنم، ببینید این یه شکل دیگه شد. مثلا اینجوریش میکنم. وقتی کارم تموم شد با این خاموش میکنم، با این هم که کار ندارم. بعد میتونم دیگه مثلا بیام توش روتیت کنم، با ایو بزنم این انتخاب بشه، 5 درجه 5 درجه 90 درجه بچرخونم که وایسه. اون رو محور تاپ بود دیگه، الان محور پرسپکتیو اینور راحت تره. تاپ هم در واقع اومد به سمت بالا، اینور روی سمت خابیده درست کرده بودم، الان چرخوندمش. میتونم باز مثلا اینجا نقطه اضافه کنم. ببینید الان من اینو چرخوندم، این تاپ این شکلی شد. تو فرونت باید درستش کنم، میام تو فرونت، تو لاین ورتکس رو میرم توش، یه دونه ریفاین ور میدارم اینجا میزنم. اگه اذیت میشید میتونید اینو خاموش کنید، اینو که ببینید این راحت تر. اینجا نقطه اضافه میکنم، یه نقطه دیگه هم اینجا اضافه میکنم، مثلا علکی این نقطه رو انتخاب میکنم، اینو میدم عقب، اینم میدم یه ذره این محورش رو تغییر میدم اینطوری. خیلی چیزا میتونید با دوران درست بکنید. مثلا الان شده آبنما، بذار آبنماش کنم مثلا. دوباره میرم تو ورتکس ها. اینجاش یه کوچولو باید نرم باشه. دو تا نقطه لازم داره. من اینا رو یادتون میدم. مثلا یه دکمه هست، مثلا یه نقطه رو میکنه دو نقطه، ببینید. آه. بهش میگن فیلت. حالا من نمیزنم که چیز نشه، ذهنتون منحرف نشه. این هم مثلا اینجا یه نقطه دیگه با ریفاین اضافه میکنم، اینو میدم اینجا که یه حوزم اینجا درست بشه.
اینو من میارم پایین. خب ببینیم چی شد. ببینید اینطوری جیو میزنم این بره و اینم بزنم. میتونید اینجوری ببینید از مهره شاه رسیدیم به آبنما. چیز سختی نیست. ببین کلا تیری مکس همینه، یعنی ما الان منطقشو داریم یاد میگیریم. اولش چون شما هنوز منطقو نمیشناسید، یه انرژی باید بذارید رو منطقه. میدونی چی میگم؟ وقتی به مرور یکی دو جلسه که بگذره با منطقش با زبونش آشنا شدی، تازه اون انرژی رو دیگه میذارید فقط رو آموزشه. برای همینه که میگیم میخوایم نرم افزار رو در قالب مدل سازی یاد بگیریم، یعنی همزمان داریم هم مدل سازی یاد میگیریم هم چیز برنامه رو داریم یاد میگیریم. برای همین طبیعیه که یه کمی براتون سوال باشه این دستبندی ها چیه، اینجوری رو هم قرار میگیرن چی میشه، نمیدونم فرض کنید ورتکس چیه، سگمنت چیه. اینا دیگه تا آخر ما با ورتکس و سگمنت و نمیدونم این مودیفای لیست و همینا کار داریم تکرار میشه. شما تا یه ساعت پیش نمیدونستید، تا همین صبح نمیدونستید ورتکس فرقش با سگمنت چیه. خب این همش ذهن شما درگیره، یعنی یهو با یه دنیای جدیدی آشنا شدید که آیا من چیکار دارم بکنم، نمیدونم فضای X کجاست، Y. اینا دیگه وقتی خود به خود میذارید کنار، الان چجوری چرخون سفر رو، چرخون چجوری روتیت کرد، اینا دیگه براتون حل بشه اوکی میشه، نگران نباشید.